به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. طالبان به دیپلمات جمهوری اسلامی اجازه نداد در نماز عید شرکت کند. علی موجانی مشاور نماینده ویژه ایران در امور افغانستان میگوید اعضای طالبان به او اجازه ندادند نماز عید را در عیدگاه قندهار ادا کند. این دیپلمات ایرانی در شبکه اجتماعی اکس خود نوشت طالبان بعد از 1.5 ساعت انتظار او را از دروازه عیدگاه راندند. به نقل از این دیپلمات ایرانی، افراد طالبان به او گفتند که دفتر هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اجازه ورود او به عیدگاه را نداده است. رهبر حزب وحدت ملی افغانستان گفته است که زمان شهید مزاری مسئله فدرالیسم را در افغانستان مطرح کرد. اقوام دیگر افغانستان با این مسئله مخالفت نشان دادند و اصلا قبول نداشتند. او در مصاحبهش با خبرگزاری راست گفت فدرالیسم یک نظام انسانی است. دفاع از فدرالیسم دفاع از انسانیت است. دفاع از عدالت بزرگ است. حتی در سایه فدرالیسم عدالت به وجه احسن تامین می شود و برادری و همدیگر پذیری محکمتر. محقق از نظام فدرالی دفاع کرد و آن را گزینه بهتر برای راه حل در افغانستان خواند و گفت این نظام با روح مردم افغانستان و کشور ما سازگاری دارد. من هیچ گونه ناهماهنگی بین افغانستان و نظام فدرالی را نمی بینم. این نظام هم گزینه تازه است، هم راه حل خوب و هم نظام کارآمد. او همچنان افزود که بیشتر جامعه هزاره و شیعه طرفدار حکومت غیر متمرکز در افغانستان هستند. در مورد نهایت این نظام گفت کشورهای فدرالی تجزیه نشدند، برعکس مستحکمتر شدند. افغانستان هم بهتر خواهد شد. اما پشتونها معتقد به این هستند که فدرالیسم مقدمه برای تجزیه در افغانستان است که یک دید اشتباه و سطحی است. اقدام تازه و باور نکردنی پوتین که همه را تکان داد. پوتین 4 معاون وزارت دفاع را برکنار و یکی از بستگانش را منصوب کرد. رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه 4 معاون وزارت دفاع این کشور را برکنار کرد و یکی از بستگانش را در یکی از بستهای خالی گماشت. این حرکت بخش از اقدامات پوتین برای تغییر در وزارت دفاع است که از فساد و ناکارآمدی آن در جنگ اوکراین انتقاد شده است. نیکولای پانکوف، روسلان تسلالیکوف، تاتینا شوتسوا و پاول پوپوف از سمت‌هایشان برکنار شدند. رئیس جمهور روسیه آناسیولوا را که به گفته رسانه‌های روسی دختر پسر کاکای مرحوم پوتین است، به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب کرد. مسئولیت او در وزارت دفاع روسیه شامل بهبود حمایت اجتماعی و مسکن برای کارمندان نظامی است. رئیس جمهور روسیه پیش از این او را به عنوان رئیس صندوق دولتی برای حمایت از نیروهای روسی در جنگ اوکراین منصوب کرده بود. و در پایان، کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به کره شمالی سفر کرده و با کیم جونگ آن دیدار می‌کند. روسیه همچنان گفته است که آقای پوتین پس از آن به ویتنام سفر خواهد کرد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.